در ایران آمار مرگ و میر و ابتلا به کرونا کماکان رو به افزایش است در همین حال جمهوری اسلامی امروز از آزادی موقت نزدیک به هفتاد هزار زندانی در واکنش به نگرانی خانواده ها و وکلای دادگستری خبر داد این در حالی است که خبرگزاری ها میگویند مردم در ایران به آمارها و گزارش های دولتی اعتماد ندارند مسعود ملک و جزئیات بیشتر 237 جان باخته 7167 مبتلا این تازه ترین آمار وزارت بهداشت از شیوع کرونا در ایران است شماری از نماینده های مجلس و مقام های دولتی جمهوری اسلامی از جمله افراد مبتلا و یا جانباختگان بر اثر ویروس کرونا هستند. مصطفی فقیهی روزنامه‌نگار سایت انتخاب در دو توییت جداگانه از ابتلای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران و مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان به کرونا خبر داده است. هرچند وزارت ورزش ابتلای مسعود سلطانی فر به کرونا را تکذیب کرده است در روزهای اخیر بر شماره افراد مسموم و جانباخته بر اثر مصرف الکل غیر خوراکی و صنعتی نیز افزوده شده است به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران در دو روز گذشته بیش از 300 نفر به دلیل مصرف فرآورده‌های الکلی مسموم شده و 20 نفر جان خود را از دست دادند رئیس سازمان زندان‌ها امروز از مرخصی به حدود 70 هزار تن از زندانیان سر و سر ایران در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا و تامین سلامت زندانیان خبر داد و تاکید کرد این فرایند ادامه خواهد داشت این در حالی است که خانواده نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوی میگویند به رغم وعده مقام های زندان برای دادن مرخصی موقت و استعلاجی او در شرایط بدی در زندان به سر میبرد مقام های ایران به رغم ادعای اطلاع رسانی و ارائه آمار روز مرتبط با شیوع کرونا در داخل و در خارج از ایران با انتقاد مواجهند مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا پیشتر بر سابقه پنهانکاری مسئولان جمهوری اسلامی از جمله درباره شیوع کرونا تاکید کرده است مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در توییتر فارسی این وزارتخانه درباره آنچه دروغ پردازی مجدد رژیم پیرامون شیوع کرونا خان با مردم ایران ابراز همدردی کرده است